الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارز سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم هر جا که هستید، براتون آرزوی سعادت و خوشبختی میکنم و امیدوارم لحظاتون پر از خیر و برکت باشه و دعاهاتون مستجاب و نماز و روزه‌هاتون قبول درگاه پروردگار باشد. امروز هم با برنامه فتوای رمضانی دیگری در خانه های شما مهمان هستم و منتظر ارتباطات شما عزیزان هستم، گرچه ارتباط های بسیار زیادی را از شما عزیزان دارم. در این ساعات پایانی امروز هم که روزی دیگری از ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم، امیدوارم که این لحظات رو با دعا، با نیایش، با ذکر، تسبیحات و همچنین با پرسیدن سوالهای شرعیتون از برنامه ما سپری کنید. میرم سراغ سوالهایی که از شما عزیزان اومده. عرض کردم با واتساپ پیام نوشتاری و صوتی بفرستید ولی تماس نگیرید و با تلفن دیگری که روی میز بنده است تماس بگیرید، ممنون میشم. اولین سوالی که از یکی از بینندگان عزیز اومده، سوالشون میگه آیا حجامت روزه رو باطل میکند و آیا وضو رو چی باطل میکند؟ ببینید، حجامت از مسائلی است که اختلاف هست، از لحاظ فقهی درش اختلاف هست، ولی جمهور فقها، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک میگویند که حجامت روزه رو باطل نمیکند. حجامت روزه رو باطل نمیکند و دلیلشون این هست، حدیث روایتی که در صحیح بخاری اومده که ابن عباس میگه احتجم رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو صائم، احتجم و هو محرم، او کما قال. میگه پیامبر علیه السلام در حالی که در احرام بودند، یعنی در وقت حج حجامت کردند، و در حالی هم که روزه بودند باز حجامت کردند. یعنی در این دو حالت ما دیدیم که پیامبر علیه السلام حجامت کرده، هم روزه بوده و حجامت هم کرده. اگه روزش رو باطل میکرد دیگه حجامت نمیکرد. و لذا این که عمل رسول الله علیه السلام بر این هست که حجامت انجام داده. و وقتی که میگه احتجم و هو محرم، احتجم و هو صائم، معنیش اینه که این حجامتی که انجام داده در حجۃ الوداع بوده. حجۃ الوداع هم میدونید که آخرین حجی است که رسول الله علیه السلام انجام داده و بعد از این حج هست به سما که رسول الله علیه السلام رحلت میکنند. و در نتیجه باید حتما اگر چیزی بوده باشد قبل از این روایتی که وجود داره به وسیله این فعل رسول الله علیه السلام منسوخ شده است. اما در حدیث دیگری شاید همین شما هم شنیدید، به خاطر همین باعث سوال شما شده، حدیثی است که میگه احتجم الحاجم والمحتجم، کسی که حجامت میکنه و کسی که حجامت براش میشه هر دو افطار کردن. یعنی رسول الله علیه السلام کسی رو دید که داشت حجامت انجام میداد و یکی داشت براش حجامت رو انجام میداد، گفت که هر دوشون افطار کردن. و اما افطر الحاجم، وقتی که میفرماید افطره، به این معنی آیا معنی این که روزش باطل شده یا اینکه احتمال این داره اینها در روزشون باطل بشه؟ و بعضی از اهل علم میگن نه، معنی این نیست که روزشون باطله، بلکه در قدیم وقتی که حجامت میکردن این رو میمکیدن، وقتی که میخواستن اون مکانی رو تیغ بزنن با مکیدن اون مکان رو بالا می آوردن، به خاطر همین یا می میکیدن که خون بیرون بیاد. و این پیامبر فرمود احتمال این که خون وارد گلوی این شخص بشه که داره حجامت رو انجام میده هست، و دومی هم احتمالش هست به این خاطر که احتمال داره ضعیف بشه بدنش و نتونه روزه رو به پایان برسونه اون روز. وگرنه معنی این نمیده، صراحتا این معنی رو نمیده که افطار کردند و روزشون باطل شده، وگرنه بسیار سریعتر و واضح تر این رو میفرمودند، یا اونها رو منع میکردند یا دستور میداد که دیگه این کار رو نکنید.
و در حالی که فعل خود رسول الله علیه الصلاه و السلام همونطوری که ابن عباس گفت در حالت روزه بودند و حجامت کردند. پس بنابراین قول راجح این است که حجامت روزه رو باطل نمی کنه و همچنین حجامت سبب وضو نمی شود، لازم یعنی وضو رو باطل نمی کند، ولی مستحب است کسی که حجامت کرد وضو بگیره، اما بر این معنی نیست که باید حتما بره وضو بگیره، وضوش با حجامت باطل شده. در نتیجه برخی از اهل علم از این همه چیز استنباط کردند که هر کسی که خونی از بدنش جاری بشه وضوش باطله، وضو باطل نیست برای جمهور اهل علم و دلیلی بر باطل شدن وضو وجود نداره، بلکه مقابلا دلایل زیادی وجود داره که صحابه از بدنشون خون جاری می شده و وضو رو تکرار نمی کردند و یا اعاده وضو نمی نمودند. و اما سوال بیننده عزیز دیگری، سلام استاد، یه مشکلی بر من پیش اومده، میخواستم ازتون خواهش میکنم اگه میشه من رو راهنمایی کنم. یه حدود 6-7 ماه پیش، شاید هم بیشتر، دقیقش یادم نیست، قبل اینکه به صورت کامل موحد بشم، منظورم اینه که از نظر اعتقادی همه اعتقادات اهل سنت رو قبول داشتم، فقط بعضی از احکام و عبادات و اینا رو مثل همون شیعه ها انجام میدادم، مثلا وضو رو همونجوری میگرفتم یا مهر میذاشتم و این حرفا، ولی اعتقادم اعتقاد اهل سنت بود. بابام که دید من اینجوری شدم گفتش که بیا تا بریم پیش یه آخونده ای، شبهات تو پیشش مطرح کن تا اونم جوابتو بده. من گفتم من شبهه‌ای ندارم و توی این راهی که اصلا مطمئنم. دوستان من، گفتم بهتون با واتساپ تماس نگیرید لطفا. ولی حالا اصرار کرد و آخر با هم دیگه رفتیم. آخوندم آخوند معروفی تو اصفهان. به اسم حجت الاسلام و المسلمین معمار منتظرین، اسمشو یعنی تو اصفهان بگین میشناسن، تو مسجد رضوی هم امام جماعت اونجاست، البته فقط پنجشنبه جمعه ها میاد اونجا. حالا کاری نداریم، رفتیم پیششو، گفتیم حالا ما یه چیزی میگیم اونم یه جوابی به ما میده و همین چیزا. ولی رفتم پیشش، چون بالاخره با اینکه آخونده و به راه باطلی، ولی خب 4 تا کتاب بیشتر از من خونده، در هر صورت علمش از من بیشتره، من نتونستم جوابشو بدم. هر کاری کردم، یعنی هر چی فکر کردم اینا، نتونستم جواب حرف رو بدم. اون جلسه منم درباره توسل استغاثه به غیر الله بود که این آیات قرآن رو برداشت چسبون به همدیگه و تو همدیگه مالون یه جوابی به ما داد. منم هم همجوری علکی بهش گفتم باشه، خلاصه نتونستم جوابشو بدم. یه جلسه دیگه هم بعد رفتیم پیشش، تو این جلسه دوم درباره بود که اهل بیت چه کسانی هستن. من گفتم اهل بیت نساء النبی هم هستن. اون دوباره یه سری دلایل و اینایی آورد و همونی بود که یه دفعه دیگه هم بهتون گفتم، بهم گفتش که چون ام المؤمنین عایشه از خونه بیرون رفته پس ذیل این آیه قرار نمیگیره، که شما جواب دادید الحمدلله. بعد اون جلسه دیگه من، چون توی همون جلسه هم جلوی خود من به ام المؤمنین عایشه توهین کرد، ام المؤمنین رو لعنت کرد، اون وقت برای همین من دیگه به بابام گفتم من دیگه نمیام، چون جلوی خود من به ام المؤمنین توهین کرد، لعنت کرد، من دیگه نمیام پیشش. حالا بابام رفته بهش گفته که آره این نمیخواد بیاد و این حرفا، اونم گفته که ما میاییم، یعنی میان خونه ما. حالا میخواستم بدونم، من که آخر چاره ای ندارم، این احتمالا میاد یه روز خونمون رو میخواد با ما دوباره هی حرف بزنه، خواستم اگه میشه یه راهنمایی بکنید که ببینم چی بهش بگم، چون واقعا نمیدونم چی کار بکنم. میدونم که برای حرفایی که میزنه علمم اونقدر زیاد نیست که بتونم جوابشو بدم. اما این دوست عزیزمون که پیام دادن و توحید اینقدر واضح است، ببینید سفسطه کردن و پیچوندن و سفسطه کردن، هرگز وارد سفسطه نشید،
سفسده کردن و پیچوندن و آوردن و ببینید آخوندهای شیعه عموما متوسل به روایات میشن، اما قرآن کریم در بحث توحید، در بحث توسل، در بحث اسماء و صفات، در بحث هر چی که متعلق به، حتی در بحث امامت، در بحث اسمت، هر چی میخواید در قرآن کریم شما دلیل وجود داره. و اگه قرار باشه امامتی وجود داشته باشه به اون معنی که اونها میگن، و اگه قرار باشه که توسلی وجود داشته به اون معنی که اونها میگن، باید واضح و روشن و جلی و صریح باشه. و به جای این که شما خودتون رو در آماج سوالهای ایشون قرار بدید، خودتون سوال کنید در این که اثبات امامت رو اثبات کنید که میگن اگه کسی این رو قبول نداشته باشه کافره. و در بحث این سوال کنید که امامتی که به این همه یعنی رکن مهمی هست در نظر تشیع، باید حتما در قرآن کریم وجود داشته باشه. اما سفسطه کردن و این آیه رو بچسبونی به اون یکی آیه رو و از چپ بیاری، از راست بیاری، از شرق بیاری، از غرب بیاری، شدنی نیست. و تا هم تاریخ هم حتی گواه بر این است. در مورد مثلا فرض کنید این که گفتند ام المؤمنین از خونه رفته بیرون، منطقی نیست این حرفی که ایشون میزنن. خب خداوند در قرآن کریم که نفرموده اونها رو زندانی کنید تو خونه، نذارید به هیچ وجه برن بیرون. بله برای کارهای مهم باید برن بیرون، شخصیت های بسیار مهمی بودن، باید اثر گذار باشن در جامعه. و اما در هر مسئله دیگری شما ببینید اونا اصلا در قبل از اینکه بحث اینکه بگن امهات مؤمن، خب حضرت عایشه رفت بیرون جزو اهل بیت، اصلا اثبات کنید که علی و فاطمه و حسن و حسین جزو اهل بیت به قرآن ثابت کنید، ببینید ثابت میشه. اهل بیت اول زنان پیامبر از، یعنی زنان هر کسی اهل بیت، بعد بچه هاش. بله فاطمه زهرا جزو بچه هاست از اهل بیت و بقیه رو هم حسن و حسین هم آوردیم، همه به تبع هستن، یعنی به اصل اهل بیت یعنی زنان، سپس بچه هم شامل میشه. اما اینکه بخواید اونا رو فقط اختصاص بدید دلیلی نمیتونید پیدا کنید به اختصاص دادن، مخصوصا اینکه اون آیه در بحث زنان پیامبر وجود داره. اما در بحث امامت شما یک دلیل بیارید اصلا که این امامتی که اهل تشیع میگه از قرآن اومده، یک دلیل بیارید برای اسمت ائمه که از نسل حسین ابن علی اولین بزرگترین فرزند معصوم، بعد اون یکی بعد، ولی بقیه معصوم نیستن. این رو به چه دلیلی این اختصاص رو میدید؟ مسئله مهدی رو مطرح کنید، به چه دلیلی این گونه هست؟ مسئله غیب دانستن، حالا غیر از اینکه به ائمه غیب نسبت میدن، به امامزاده غیب نسبت میدن، با آخوندهشون هم غیب نسبت میدن، دلیل برای این بیارید. وقتی که خدا میفرما عنده مفاتح الغیب، در مورد شفاعتی که نسبت میدن به اماما که بله همه شیعه ها رو میبرن داخل بهشت و بقیه رو بیرون میندازن، دلیل بیارید از قرآن براش، در حالی که خدا میفرماد هیچ کسی بدون اذن خداوند شفاعت نمیکنه. قل لله الشفاعت جميعا، شفاعت همه از آن خداست. از اون اصول مهمی که اونا بهش اعتقاد دارن شما سوال کنید، ایشون آخوند هستن باید جواب بدن و از قرآن هم باید جواب بدن، وگرنه روایت ها بسیار فراوان ساختند و جعلی وجود داره. لذا به جای اینکه از روایت جواب بده، بگه از قرآن، باید این مسائل به این مهمی در قرآن وجود داشته باشه. بله بفرمایید. اینم ببینید همین لعنت کردن و فحاشیشون دلیل بر بطلان مذهبشون هست. این چه مذهبی است که بنیاد و اساسش بر فحاشیه؟ شما چیز غیر از این میبینید؟ سلام استاد عزیز گرامی، وقت شما بخیر، خسته نباشید. با مخصوص یک سوال داشتم بابت فطری ماه رمضان. بعد یک از دوستا میگه که نه، شما بستگی به قضایی که سبحان میکنین نیست، بستگی به اون داره که اون منطقه شما کشاورزی چی ها را بیشتر شولیه، دیمکار گندم هم نمیدونم، یا مثلا سیب زمینیه. خب مثلا ما کاران توی شهر ما کارگریم، هیچ کشاورزی از کشاورزی خبر نداریم که
در این شهر یا با استان چی کشاورزی بیشتر میشه؟ با همین باید توضیح بدیم بیزمت دست شما درد نکنه. خدا هم به شما خیر بیده، عمر و عزت. این حرف دلیلی برش نیست، زیرا که گفتند قوت، از قوت خودتون میدید. نفرموده است که شما اگر کشاورز بودید، اگر فلان بودید، اگر فلان بودید. فرض کن کسی کشاورزه اما هر روز برنج میخوره، گندم که نمی، گندم میکاره ولی هر روز برنج میخوره. امروز خیلی از جاها که گندم کارن خودشون مصرف نانشون خیلی کمتره، بیشتر مصرف همون برنج و گوشت و اینا مصرف میکنن. بستگی به وضعیت اجتماعیشون داره، بستگی به نوع کارشون که نداره. یک کسی هست که امکان داره تو بازار داره کار میکنه و گندم هم مصرف میکنه، وضعیت اجتماعیش اینطوری اقتضا میکنه، این نون بیشتر مصرف میکنه، پس اون رو میده. لذا اونی که موجود قوت خودتون، اونی که قوت در اون جایی که هستید، قوت خودتون و قوتی که در اونجا مطرحه. بیننده عزیزی سوالشون این هست، تفاوت بین سوره های مکی و مدنی از لحاظ مدت قبل از هجرت رسول الله علیه السلام، قبل از هجرت به مدینه رو آیات و سوره هایی که نازل شده اند رو بهشون میگن سوره های مدنی یا آیات مکی یا آیات مکی. اونایی که قبل از هجرت به مدینه است مکی هستند و اونایی که بعد از هجرت بر پیامبر علیه السلام نازل شده است مدنی هستند. این از لحاظ زمانی. از لحاظ محتوایی بیشتر آیاتی که درباره جهاد هست و قتال هست در مدینه نازل شده است، یا همه آیات رو بگم که درباره قتال و جهاد هست در مدینه نازل شده است. احکام شرعی عمدتاً، احکام شرعی که وجود داره عمدتاً در مدینه نازل شده اند، از جمله چیزهایی که حرام هست، چیزهایی که حلال هست، چیزهایی که واجب هست عمدتاً در اونجا هست. روزه در مکه فرض شده است، زکات در مکه، در مدینه ببخشید، روزه در مدینه فرض شده است، زکات در مدینه بوده است، حج در مدینه بوده است و یعنی فرضیت اونها، فرض شدنشون در مدینه رخ داده است، و همچنین حرام شدن مشروبات الکلی، واجب شدن حجاب، همه اینها در مکه اتفاق افتاده، در مدینه اتفاق افتاده ببخشید، همه اینها در مدینه اتفاق. آیاتی که درباره احکام شرعی هست در مدینه هست، و اما آیاتی که در مکه هست غالبا در مسائل عقیده هستند، درباره قیامت هستند، درباره داستان پیامبران هستند، درباره مسائل اخلاقی دیگری هستند، و درباره آیاتی که درباره توحید هست عمدتاً در مکه هستند. لذا در مکه آیات بیشتر بحث درست شدن و پایریزی عقیده و توحید هست، ولی در مدینه دولت تشکیل شده، در اونجا جامعه خاص مسلمانان وجود داره. در مکه جامعه خاص مسلمانان نبود، هم مشرکین بودن هم مسلمانان بودن و مسلمانان در اونجا ضعیف بودن، ولی در مدینه احکام شرعی، روابط اجتماعی دیگر، روابط با غیر مسلمانان، روابط با کفار، روابط با یهود و نصارا و اهل کتاب، همه اونها در مدینه نازل شدند اون آیات. از این مجملی از تفاوتایی است که بین سوره ها و آیات مکی و مدنی وجود داره. استاد وقتتون بخیر، تعالیتون قبول. بخشی جناب استاد، یک سوالی که داشتم این بود، زمانی که من یعنی کوچیک بودم، مالا بالغ بودم ولی هنوز مثلا حالا و حرم رو درست نمیفهمیدم، از باغهای چند تا باغ رفتم چند تا نهال دزدی کردم، نهال مثلا میوه، و اینا رو من دادم به پدرم و پدرم داخل باغ خودش کاشته، و الان
بعضی از این نوالا درخ شدن و جدا از این مثلا اینا از اینا مثلا تکثیر شدن، مثلا همون یک نوال الان از اون مثلا شاید 10 تا نوال دیگه هم به عمل اومده. میخواستم ببینم این استاد الان که میفهمم که مثلا من اینجورای دزدی کردم با این نوال ها چی کار کنم. مثلا این نوال ها رو بکنم چی کار رو باید بکنم؟ یا مثلا جدا از کندن، چون الان مثلا خب از اینا نوال های دیگه به عمل اومده و زیاد شدن، من نمیدونم کدوم از این هست. یعنی نیست، خب نمیتونم به همشون رو بکنم، چی کار کنم اینا؟ دوستان من، عرض کردم که با واتساپ تماس نگیرید، با واتساپ تماس نگیرید، تماس شما جواب داده نخواهد شد با واتساپ. ولی اگر بخواید با برنامه در ارتباط باشید، این شماره تلفن اینجا هست، تماس بگیرید، جواب میدم خدمتتون. اما سوال این بیننده عزیز، دو راه بیشتر وجود نداره. یکی این که برید به صاحبش بگید و بگید این نهال ها رو من از نزد شما برداشتم و قیمت اون نهال رو در اون وقت ببینید، اگه تونستید حساب کنید یا قبول کردن حساب کنید، بهشون پولشو بدید و موضوع رو تموم کنید. اما به هر حال به رضایت ایشون رو بطلبید، یا رضایت میده یا پولشو بهش بدید. اما اینکه الان درخت های شده، اگه این کار رو نکردید، این درخت ها رو به هر حال، این هر درختی که میکارید به خودی خود که ثمر نمیده، باید در یه خاکی کاشته بشه، باید آبیاری بشه، باید هرس بشه، باید رسیدگی بشه. اون رو هر وقتی اگه بعد چیزی ازش برداشت کردید، نصفش رو بدید به صدقه صاحب باغ، صاحب اون نهال ها، و نصفش هم برای خودتون بردارید، یا مقدارش رو به حسب هزینه هایی که دارید میکنید این کار رو بکنید، صدقه بدید به نیت ایشون و خدا به شما هم اجر خواهد داد. ولی اگه بتونید به صاحب این نهال ها بگید و خیال خودتون راحت کنید، بچه بودید و انسان هم در بچگی امکان داره که چیزی رو برداره و نمیتونی بهش لقب دزدی بدید. بچه ها اصلا معنی و مفهوم دزدی رو به اون معنی هم شاید ندونن در اون سن و سال. ولی به هر حال برید حلالیت بطلبید، اگه حلالتون کردن خیلی خوب، اگه پول خواستن پول بهشون بدید، اگه نهال خواستن نهال بهشون بدید در مقابل، ولی به تصالح و صلح برسید در نهایت. بله بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خسته نباشی آقا. زنده باشید، بفرمایید. ببخشی آقا، من تازه 16 روز بچه من دست دادم. 16 روز بچه 7 ساله. بله بله. 16 روز امروز. بله. میخواستم بفهمم چجوری میتونم که آروم بشم، اصلا هر جور کاری میکنم اصلا تو نظرمه، تو ذهنمه، بعد فاتحه داره نداره، چجوریه؟ باش، بله جواب میدم خدمت. باش، زنده باشید. یکی از چیزهایی که سبب شفاعت انسان در قیامت میشود، بچه های کوچیکی هن که در خردسالی میمیرند و کسی که دو تا فرزندش رو از دست بده، پیامبر فرمود اینها شفاعت اون میکنن در بهشت و ذخیره قیامت انسان هستند. و اما بلایی که انسان در این دنیا مبتلا میشه بهش، مصیبت بزرگی که انسان بهش مبتلا میشه، از مصائب این بزرگ از دست دادن فرزنده، صبر کردن در این وقت، صبر و بردباری داشتن از جمله امور بسیار بسیار ارزشمند و با اجر و ثواب هست. شما و ما همه تسلیم امر خداییم، نمیدونیم که خیر و صلاح ما چه بود. خداوند در قرآن کریم داستانی رو بیان میفرمایند و همه شما هم شاید این داستان رو شنیدید، داستان موسی و خضر. از اون داستان یک بخشش این هست، وقتی که موسی میگه، خداوند میگه یک کسی هست از تو عالم تره، و موسی میخواد بره شاگردی اون شخص رو بکنه و میره میگه من آیا اجازه میدی من همراهت بیام، از اون چیزی که خداوند به تو یاد داده، علم داده، از اون علم تو من کسب کنم،
میگه تو نمیتونی صبر کنی از چیزی که من انجام میدم، زیرا که چیزی که دربارش نمیدونی مخالف با اون شریعت تو هست، نمیدونی و صبر نداری. معنی کلامش این هست. یکی از اون اتفاقاتی که میفته این هست که خضر میزنه بچه کوچیکی رو میکشه، میزنه بچه کوچیکی رو، و موسی میگه این چه کار زشتی کردی تو؟ میگه تو یک نفس پاکی رو کشتی بدون هیچ گناه و ذنبی، کار بسیار سخت بدی کردی و کار بسیار بسیار ناپسندی رو انجام دادی. و میگه خضرم بهش میگه خب اینجا دیگه پایانه، قرار نبود تو صبر کنید که من هر چی کردم دیگه اعتراض نکنی؟ مگه این وعده ندادی؟ میگه بله، ببخشید. و راه رو ادامه میدن تا میرن یک دیواری داره سقوط میکنه، میگه بیا این دیوار رو درست کنیم نذاریم بیفته. داخل اون روستا شدن، اول طلب آب کردن، طلب غذا کردن، کسی آب نداده، کسی هم غذا نداده، هیچ کسی هم جایی بهشون نداد در اون روستا. ولی در کناری روستا رسیدن به یه دیواری داشت میافتاد این دیوار بر اثر بارندگی اونا. خضر به موسی گفت بیا این دیوار رو درست کنیم. گفت که اینا این روستا به ما آب و نان هم ندادن، جا ندادن، چرا باید این کارو بکنیم؟ و اونجا بود گفت خب اینم دیگه آخرین چیزیست که بین من و تو اتفاق میفته، این آخرین حادثه بود و از این به بعد دیگه از هم جدا میشیم. ولی قبلش تفسیر اون حوادث رو بهت بگم. اولین حادثه هم که بحث اون کشتیه بود، کشتی رو سوراخ کرد و اونم گفت چرا سوراخ میکنی، مال مردم رو خراب میکنی؟ و نشست تفسیر گفت که کشتی رو خراب کردم چه زیرا که این کشتی اگر می رسید به اون ور آب، به مقصد می رسید، در مقصد پادشاه ظالمی بود، هر کشتی تازه‌ای که بود عیب نداشت رو می برد، غصب می کرد، من عیب دارش کردم که دیگه اینو نخوان. این یک، ببینید قضا و قدر این گونه است. شما تصور کنید چه بسا خیلی خطرهای دیگه در انتظارتون هست، اما با ایجاد یک عیب کوچک اون خطر ازتون رفت میشه. و سپس بس اون بچه بود که زد بچه رو کشت. ببینید کشتن بچه نه اینکه فکر کنید خدا حلال کرده بچه رو بکشید، این در واقع خضر داره نمایندگی میکنه از قضا و قدر الهی. میگه قضا و قدر الهی این گونه است، تو معنیش رو نمیدونی، تفسیرش این هاست، بعدن میدونی، بعدن میدونی چقدر خوب بوده. وقتی که اتفاق میفته همه ما مثل موسی اعتراض میکنیم، همه ما مثل موسی ناراحت میشیم، هممون وقتی که بچه‌مون از دست بدیم ناراحت میشیم. ولی اگه بدونیم که در پشت پرده چه چیزی نهفته است خوشحال میشیم، میدونیم که کار خداوند به حکمت نیست. اگر این بچه را از ما گرفته حتما حکمتی درش بوده، چه بسا این بچه بزرگ میشد به بیماری سختی مبتلا میشد، چه بسا این بچه بزرگ میشد و هر خطر دیگه ایشون رو تهدید میکرد، یا و هر مشکل دیگری. بعد وقتی این بچه رو توضیح میده خب چرا بچه رو کشتی، میگه این بچه بچه پدر و مادر بسیار صالحی داشت، پدر و مادرش خیلی خوب بودن، این بچه که بزرگ میشد پسر نااهلی میشد و من این رو کشتم به امر خداوند که خداوند فرزند بهتری بهشون بده. این فقط یک مثاله، میتونه این معنی رو داشته باشه، میتونه خیلی از معانی دیگه که عرض کردم. چه بسا اگر این بچه عمر پیدا میکرد خیلی مشکلات دیگری که امروز در اجتماع وجود داره مبتلا میشد بهش، ولی خداوند چون شما رو دوست داره، چون اون بچه رو دوست داره، میخواد ایشون رو ذخیره قیامت شما بکنه و به شما هم اجر و پاداش فراوان بده و در عوض هم بهتر از اون رو بهتون بده. لذا وقتی که رسول الله علیه السلام رفتن، حالا این داستان رسول الله رو هم بعد موضوع سوم موسی و خضر بگم. موضوع سوم موسی و خضر این بود که گفت خب این دیوار رو چرا ساختی کرد؟ ما رفتیم دوستا هیچی بهمون ندادن. گفت این دیوار متعلق به دو تا یتیم بود، این دو تا یتیم پدر و مادرشون هم صالح بودند و در زیر این دیوار گنجی نهفته بود که متعلق این بچه ها بود، من این دیوار رو درست کردم تا گنج بیرون نیفته، دیگران نبرن، تا این بچه ها بزرگ بشن و گنجشون رو در بیارن. خیلی از اتفاقاتی که ما داریم انجام میدیم و معنی و مفهوم اون رو نمیدونیم و تفسیرش رو نمیدونیم، تفسیر اون پیش خداونده و در علم غیبه، نمیدونیم. خیلی مواقع هست شاید
ما مریض میشیم میفتیم بیمارستان، میبینی هیچ داروی هم نمیدن. یکی از کسانی، یکی از دوستان این بود، گفت که یک ماه بستریم کردن، هر روز آزمایش، هیچ داروی هم بهم ندادن. آخر سرم بعد یک ماه گفتم مرخص. ولی در این یک ماه یه بچه بی سرپرست رو آورده بودن، یک جوان بی سرپرست رو آورده بودن، هم اتاقی من شد، دیوونه بود و خیلی مشکلات براش پیش میاد. ولی من مثل یه پرستاری از اون پرستاری میکردم. میگه بعد این که از بیمارستان اومدم تموم شد و دیدم هیچ دوایی هم بهم ندادن، من تا زمانی که اون بچه اونجا بود منم بودم، اون رو بردن مرخص کردم، بعد دیگه منم گفتن تو هم برو مرخصی. گویی این که مأموریت من فقط همین بوده که اونجا بشینم این جوان رو که جنون داره نمیدونه چیکار باید بکنه رو سرپرستی کنم و بهش برسم تا زمانی که علاج بشه و بره پی کارش. خیلی از اتفاقات ما این گونه است. اگه عزیزی رو از دست میدیم قطعا غمگین میشیم. رسول الله علیه السلام وقتی که فرزند ابراهیم رو از دست داد گریه کرد، گفت که دل ما غمگین است، چشم ما گریان است، ولی چیزی رو بجز رضایت خدا نمیطلبیم و چیزی نمیگیم در نارضایتی. اینه که انسان اشکال نداره گریه کنه، اشکال نداره غمگین باشه، ولی همیشه همین رو بگه، خدای راضیم به رضایت، قطعا این بهتر بوده برای این فرزند من. اگه خدا این بندگانش رو دوست داره، فکر نکنید اگه مرگ بندهش رو میرسونه حتما ازش بدش میاد، یا از پدرش یا از مادرش. نه، قضا و قدر چیزهایی رو برای ما پنهان کرده که نمیدونیم، ولی حتما نتیجهش خیر است، مخصوصا این که شما انسان شاکری هستید و انسان صابری هستید. و خیلی مواقع امکان داره یک درد و بلایی که به انسان داده میشه، عزیزی به انسان از انسان گرفته میشه، امتحان برای ما هست و صبر و بردباری ما رو خداوند داره میسنجه. چقدر راضی هستی به داده های خدا؟ و خداوند خیلی چیزا بهت داده، تا امروز داده امانتی بوده، دست ما بعد از این دیگه مال ما نیست، اون رو برگردونده. و لذا انسان به این دید نگاه کنه. بعد دیگه این فرزند ما جای دوری نرفته، در چند قدمی ماست. ما معلوم نیست در هر لحظه مرگ در چند قدمی ماست. تمام عزیزانی رو که از دست دادیم مثل یک مسافرند که ما هم دیر یا زود به اونها ملحق میشیم، یا خیلی زود به اونها ملحق میشیم، یا چند سال دیگه. ولی خب خیلی طول بکشه، 10 سال، 20 سال، 15 سال دیگه، یا فرض کنید طولانی عمر باشه 40 سال دیگه. ولی عزیزی که مسافرت کرده، من کسایی رو میشناسم که سالهای سال مسافرن، شاید 30 سال 40 سال از خانوادهشون دورن، راه ارتباطی اونها فقط تلفنه، راه دیگری وجود نداره برای ارتباطشون، و بعضی هم حتی گمنامن. ولی در نهایت وقتی همدیگر رو پیدا میکنن، همه اون غم و غصه ها خواهد رفت. شما به این اجر فراوانی که خداوند براتون در نظر گرفته نگاه کنید و ایمانتون به این باشه کار خداوند حکیمانه است، حتما این خیر بوده. رسول الله علیه السلام به ما یاد میده که اگر مصیبتی بر ما نازل شد چیکار کنیم. رسول الله علیه السلام رفتند وقتی که ام سلمه شوهرش فوت کرده بود، رفتن تسلیت بهشون گفتند و گفت که به ام سلمه گفت بگو هر وقتی که مصیبتی برد نازل شد، بگو انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون بگو، و این دعا رو بخون، بگو اللهم اجرنی فی مصیبتی و خلفنی خیرا منه. گفت بگو که خدایا منو در این مصیبتی که هست اجر بده و جایگزین بهتری بهم بده از اون، جایگزین بهتری بهم بده. این بهتره خداوند خودش میدونه چه چیزی بهتره. ام سلمه میگه بعد اینکه پیامبر رو گفتم، خب بهتر از ابو سلمه کیه که خداوند بهتر از اون بهم بده؟ هیچ بهتری وجود نداره. ام سلمه میگه گفتم اللهم اجرنی فی مصیبتی، خدای اجر بهم بده، ولی بعد گفتم خب اللهم اخلفنی خیرا منه، چه کسی است که بهتر از ابو سلمه باشه؟ میگه ایام گذشت، بعد از اینکه عدهش تموم میشه، بعد مدتی رسول الله علیه الصلاه و السلام از ام سلمه خواستگاری میکنند و اونجاست که ام سلمه یادش میاد، میگه بهتر از ابو سلمه رسول الله است.
که بهتر رو بهم داد. ابو سلمه مرد بسیار بسیار نیکی بود، ازم گرفت، ولی بهتر از ابو سلمه رو بهم داد که رسول الله علیه الصلاه و السلام بود. لذا هیچ وقتی نباید در برابر مصائبی که بر ما نازل میشه فراموش کنیم، بگیم انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و خلفنی خیرا منه. این رو بگیم، شک نکنید، در همه چی بهتر وجود داره. فرزندمون رو دوستشون داریم، ولی بهتر وجود داره و بهتر یا اجر، بهتر یا عین فرزند دیگه خدا بهمون میده، یا به هر حال در این دنیا خداوند نعمت‌های فراوانی رو پنهان کرده برای ما و در قیامت هم بهتر از اون و افضل‌تر از اون و خیلی خیلی فراوان بهتر. به انتظار اجر خداوند همیشه امیدوار باشید و ببینید هیچ کسی، ما هیچ کدوممون از پیامبر اکرم علیه السلام بهتر نیستیم، از پیامبر بهتر نیستیم. در زمان حیات خودش 4 پسر و 3 دخترش رو از دست داد، 4 پسر و 3 دخترش رو در زمان حیات خودش از دست داد و خودش به یتیمی بزرگ شد و عزیزان دیگری رو که خیلی دوستشون داشت رو از دست داد، حمزه رو از دست داد، جعفر رو از دست داد و افراد دیگری رو که از کسانی بودند که پیامبر بسیار دوست می داشت. بله بفرمایید، بفرمایید. من یه سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. بفرمایید. بفرمایید. برای سلام. علیکم السلام. زنده باشید. بفرمایید. ببخشید، یک از دوستان یه دختر فرزندی داشت، خواستم از شما یه سوال داشتم ببینیم آیا اون گناه داره با پدرش توی خونه زندگی کنه؟ یه بار دیگه سوالتون رو بفرمایید. کسی؟ یه فامیلمون یه دختر فرزندی گرفته براشون. بله. یه دختری رو به فرزندی گرفتن. آیا اون تو خونه، بله، آیا تو خود زندگی میکنه با پدر مادرش گناه داره؟ یعنی پدر و مادرش نیستن، یعنی فقط کسانی که بزرگش میکنند، منظورت همینه؟ بله بله. بسیار خوب، جواب میدم خدمت. دستون در نکنم، منتظرم. زنده باشید. اولا فرزند خواندگی در اسلام با وجود نداره، بلکه باطل شده. پیامبر اکرم علیه السلام زید رو به فرزندی گرفته بود قبل از اینکه آیات چیز نازل، حتی قبل از اسلام و بعداً آیاتی نازل شد در قرآن کریم که تبنی رو اعلان الغا کرد این رو و گفت که فرزند خواندگی دیگر نیست. شما نمیتونید فرزند دیگری رو بیارید و بگید این فرزند ما هست و من پدر و این مادر رو، شما بزرگش میکنید، کار بسیار عالی میکنید، بهش خدمت میکنید، خیلی خوبه، شرایط رو براش فراهم میکنید که درست تربیت بشه، کار بسیار عالی میکنید، ولی این فرزند شما نیست. باید بدونه که شما پدر و مادر حقیقیش نیستید و باید نسبت داده بشه به پدر و مادر حقیقی خودش. ادعوهم لآبائهم، اینها رو به اسم پدر و مادر خودشون بخونید. و لذا فرزند خواندگی وجود نداره. این دختر در میان اون خونه با مردهایی که داخل اون خونه هستن نامحرمه و لذا نمیتونه، باید حتما حجاب داشته باشه در حضور اونها و نمیتونه با اونها دست بده، نمیتونه با اونها سفر کنه تنهایی و به هیچ وجه اونها محرمش نیستن. نه اون مردی که ایشون رو به تعبیر شما به فرزندی گرفته و نه برادر اون آقایی که هست، نه اگه پسر داره پسراش نامحرمش هستن، اگه برادر داره برادرش بهش نامحرمن، خود ایشون به این دختر نامحرمه، اگه به سن بلوغ که رسید اینا همه نامحرمن. اما اگه میتونن خب تو خونهشون جا بهش بدن، یه اتاقی بهش بدن، ولی حجاب اینها رو رعایت کنه و اموری که عرض کردم، خلوت نکنه باشون، حجاب رو باشون رعایت بکنه و سفر و تمام اموری که مرتبط به این موضوع هست رو باید در نظر گرفت و رعایت کرد.
برای اینکه این اتفاق نیفته، اگه کسی خواست بچه ای رو بیاره بزرگ کنه توی خونش، اگه میتونه، یعنی اگه خانم ایشون شیر داره شیر بش بده که از لحاظ رضایی محرم میشه، با شوهرش هم محرم میشه، با بقیه بچه‌هاش هم محرم میشه اگه بچه ای دیگه ای داره، یا خواهر اون آقایی که این بچه رو آورده خواهر ایشون بش شیر بده، یا مادر ایشون بش شیر بده، هر کدوم از این نزدیکان درجه اول به شیر بدن، با اون آقا محرم میشه. این در زمانی که بچه کوچیکه، کمتر از 2 سال داره، ولی وقتی که به سن بالاتر رسید دیگه این شیر دادن هم تأثیری نداره. بله بفرمایید. بفرمایید. خسته نباشید. زنده باشید. بفرمایید. من زنگ بهت زدم گفتم بچه‌م چی 6 سال داشت فوت کرده شو. بله. درده. بله بله. بعد می‌خواستم بفهمم این فاتحه داره یا نداره. بله شش عرض می‌کنم خدمتتون، ببخشید من این رو فراموش کردم. فاتحه‌ش هم قربون دستت برام بگو. زحمت می‌کشی. خیلی ممنون. خدا ببینید، فاتحه برای هیچ کس، فاتحه یعنی جزء آداب میت نیست، این رو مردم درست کردن فاتحه میخونن. براش خود شما دعا کنید که این رو ذخیره قیامتتون قرار بده، به شما صبر بده، دعا کنید برای خودتون صبر بده، دعا کنید خدای این رو از ما بپذیر، این رو ذخیره قیامتمون قرار بده. این بچه گناهی نداره، نه گناه داره، نه نیازی به خیرات شما داره، نه نیازی به صدقات داره، نه نیازی به این، داخل بهترین جای بهشته، در نتیجه نیازی به فاتحه هم نداره، نیازی به خیرات نداره، ایشون هیچ نیازی نداره، اصلا مکلف نبوده. اونایی که مکلفن نیاز دارن به دعای بخشیده شدن، نیاز دارن به صدقه دادن براشون، خیرات براشون بکنید، دعا براشون بکنید، برای اون هست. ولی دعا کنید خداوند این رو از شما بپذیره، ذخیره قیامتتون قرار بده، این رو شفیعتون قرار بده در قیامت، خداوند بهتر از اون رو بهتون بده. برای خودتون دعا کنید، برای اینکه صبورتر باشید، و اما اینکه بچه‌تون بوده، دوستش دارید، خیلی عالی، خواستید که صدقاتی بدید، اشکال نداره، مانعی در وجود صدقات نیست، به این علت که هر صدقه ای مادامی که خیرش به مردم اطرافتون میرسه انجام بدید، هیچ ایراد و اشکالی درش نیست. ولی از این جهت فکر کنید ایشون محتاج به این صدقات است، محتاج به فاتحه خوانی نه. بله میریم سراغ سوالهای زیادی که از بینندگان اومده و ما کمی طولانی در باب صحبتهایی که کردیم. بیننده عزیزی گفتن سلام علیکم، یک سوال داشتم، اگه دین اسلام عزیز اجباری نیست پس چرا مرتد باید کشته شود؟ الله خیرتون بدهد، به سوالم جواب بدید. ببینید شما مرتد رو به کی میگین؟ مرتد کسیه که در قرآن کریم وقتی آیاتی که بحث کرده، کسانی در قرآن میفرماید مشرکین چیکار کردند یا اهل کتاب، گفتند که آمنوا بالذی انزل علیه وجه النهار وکفروا آخره، گفت که ایمان بیارید، اول صبح ایمان بیارید و آخر روز کافر بشید، لعلهم یرجعون. فهم گفت که آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار اول روز وکفروا آخره، آخر روز کافر بشید. می اومدن اول روز رو می اومدن ایمان می آوردن و اظهار میکردن ایمان رو، بعد می گفتن نه بابا این ایراد داره، اشکال داره، اینه اله بله بله، آخر شب پشیمون می شوند. چرا؟ می خواستن اینگونه شک بندازن در دل دیگران که برگردن، لعلهم یرجعون، تا برگردن. اونایی که این کارو میکنن، اونایی که دارن صورت تبلیغات و نوعی حربه بر علیه اسلام قرار میدن، بله باشون جنگیده میشه و حتما اون حکم شرعی که در بین فقها مشهور و معروف هست که بله کشته میشه. اما کسی که برای خودش اعتقاد و باوری رو داره، خیلی ها هستن که کافر شدن، کسی هم کاری به کارشون نداره، مادامی که اون رو اعلان نکردن در فکر خودشون هست، کسی کاری به کارشون نداشته.
از جهت دیگه این بحث مرتده، اما دیگرانی که اصلا ایمان نیاوردن، اسلام بهشون نگفته که به زور باید ایمان بیارید، با هیچ کسم فقط به خاطر به مجرد اینکه کافره نجنگیده، بلکه با اونایی جنگیده که دارن می جنگن، دارن با مسلمانان می جنگن، دارن توطئه می کنن، دارن خیانت می کنن، دارن غدر می کنن، دارن برنامه ریزی می کنن که مسلمانان رو از بین ببرن، بکشن، قتل کنن، با اونه که اسلام باشون می جنگه. در میدان جنگ هیچ ترحمی وجود نداره، میدان جنگه، ولی آداب جنگی که اسلام رعایت می کنه هیچ کسی دیگری رعایت نکرده. در دستورات پیامبر هست که شما که دارید میرید میجنگید، با دشمنانتون دارید میجنگید، هیچ زنی رو نکشید، هیچ پیر مرد و پیر زنی رو نکشید، بچه ها رو نکشید، درختی رو قطع نکنید، خونه رو ویران نکنید، خونه رو آتش نزنید، وارد خونه هیچ کسی نشید و هیچ حیوانی رو نکشید مگر اینکه گرسنه باشید، برای اینکه از گرسنگی نجات پیدا کنید. و همه این چیزها رو در کجای شما فرمود که هیچ صومعه‌ای رو هم خراب نکنید، یعنی هیچ معبدی که درش غیر خدا رو میپرستن، معابد ادیان دیگر رو خراب نکنید. این یعنی فقط برو با جنگجوها بجنگید، اما با اسرا، با اسرا خوب رفتار کنید. و خدا در قرآن کریم فرمود وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میگه به خاطر خدا اطعام میدن، غذا میدن به یتیم و فقیر و اسیر. در این باب سخن فراوان هست. بله، دینت همین رو بهت میگه، یعنی این از ولایی ها هست، دینش همین رو بهش میگه، دینش غیر از این چیز دیگری درش نیست، مطمئن باشید. ببینید هر آخوندی سر منبر رفت غیر مثل همین حرف میزنه، همشون همینن. سلام، خسته نباشید. ببخشید یه سوال داشتم خدمتتون. راست میگن که در شب قدر سرنوشت و تقدیر آدم مشخص میشه؟ دستتون در نکنه، اجرتون با خدا. شب قدر به این علت، اولا قدر یعنی ارزش، یعنی ارزشمند، با ارزش، گرانبها. میگن لیلة القدر، این شبی که بسیار قدر و ارزش داره، و این شب شبیه که قرآن در از نازل شده، این قدر و حرمت و ارزش به خاطر نزول قرآنه. انا انزلناه فی لیلة القدر، در شب قدر نازل شده است، لذا شب قدر اساساً به خاطر نزول قرآن کریمه. و اون چیزی که برای انسان مقدره قبل از این که انسان خلق بشه همه اونها نوشته شده. بله، در بعضی از مواقع هم دوباره به تعبیری میگن ابتدای یک صورت کلی نوشته شده، بعد در شب قدر مال یک سال نوشته میشه، بعد در مناسبات دیگر، باز در اوقات دیگری هم به صورت هفتگی، به صورت ماهانه، و بعض این اقوال اهل علم. ولی اساساً قضا و قدر الهی از اول نوشته شده. و اما شب قدر به خاطر منزلت و جایگاهی است که قرآن کریم داره، منزلت شب قدر به خاطر نزول قرآنه که از هزار ماه ارزشمندتر و اجر و ثواب عمل صالح از اون بیشتر است. سلام علیکم استاد سهرابی، خوب هستید؟ بخیر، سلام از آن خواه. خوب، تشکر از بسیار یعنی برخوردی زیاد ناسپاسی مثلا برشان انجام دادن. بعد من تو فیسبوک دیدم که مثلا یک دانه گودک بود، مثلا پلیس های ایران میزد میگفت که با صحابه، با ابوبکر و عمر و عثمان و مثلا باید فاش و ناسینا بگو، مثلا دو بیتی فاش بیتی کفر بگو.
از نگاه شرعی چجوری هست؟ ببینید، مردم حسابشون جدا است از یک فرقه تندرو خشونتگرای در واقع خونریز تروریستی که امروز در بعضی از سیستم های حکومتی وجود دارند در ایران. ایشون سوالش از این هست که تعدادی از میگه ماموران حکومتی تعدادی از جوانان رو گرفته بودن، بهشون میزدن که فحش بدید و بد و بیرا بگن به صحابه و به زنان پیامبر. ببینید، اینها همه مردم نیستن. مردم ایران حتی اونایی که اهل تشیعان حسابشون جدا هست با آخوندها، حساب جدا است با روزخونها، با متعصبینی که مثل اینی که داره تماس میگیره توهین میکنه و فحاشی میکنه. اینها کسان اقلیتی هستند که کل ایران رو تسخیر خودشون کردن. این اقلیت فعلا حاکم بر سرنوشت ملت ایران هستند. اگر ملت ایران خودشون کاری کنند تغییری رو ایجاد بدن، بلکه اون وقته، وگرنه مردم ایران سالهای ساله، مردم ایران و مردم افغانستان با هم همسایه و دوست هستند و مشکل چندانی نداشتند، مگر همونطوری که عرض کردم تندروها و در واقع رافضی که جز اهانت و توهین به دیگران و جز کشتن و قتل و ظلم و ستم و شکنجه چیزی دیگری حالشون نیست و به این شیوه میخوان که افکار خودشون رو به جامعه یا به اهل سنت یا به جوانان دیگه تحمیل کنند. بیننده عزیز گفتن با عرض سلام، خسته نباشید، طاعت و عباداتتون قبول، ببخشید یه سوال داشتم، این که آیا شیاف و قدی روزه رو باطل میکنه در حالی که برای طرف باید یک روز در میان استفاده کنه؟ نه خیر، باطل نمیکنه. شیاف روزه رو باطل نمیکنه. اولا غذا نیست، دوما هیچ تأثیری بر یعنی سیری و گرسنگی و تشنگی فرد نداره. این یک دوای علاجی هست. شیاف مقعدی باطل نمیکنه. شیاف هایی که خانم ها برای ضد عفونت و چیز مشکلاتی که دارن در رحم استفاده میکنن باز هم باطل نمیکنه. و تنها چیزایی که باطل میکنه خوردن و آشامیدن و هر چیزی که در حکم خوردن و آشامیدن و در این معنا باشه، نه چیزهای دیگری که هست. میگه سلام، سوال من این بود که از لحظه دین مبین اسلام، شاید از لحاظ میگه، از نظر میگه، از اصلاح کردن مو به شیوه‌های مختلف صحت دارد؟ اما اصلاح کردن مو، امروز شکل‌های جدیدی به مو میدن. ببینید، یک نوع از اصلاح کردن مو ممنوعه و اونم این هست که بخشی از سر رو، بخشی از موهای سرت رو بتراشی و یا بخشش رو بذاری، مثلا اطرافش رو بتراشی و وسط رو بذاری، یا وسط رو بتراشی اطرافش رو بذاری. این ممنوعه. رسول الله علیه الصلاه و السلام منع کرده، نهی کرده از این گونه اصلاح کردن. در غیر این، اگر تراشیدن نباشه، به شکل تدرج، یعنی مثلا یه جایی رو کم میکنن، این یک جای رو بیشتر کم میکنن، یه جایی رو کمتر، به شکل تدرج پله‌ای هست، این تدرجی که این رو درست میکنن اشکال نداره. اما شکل و قیافه هایی که به خودشون درست میکنن، تقلید کردن، تقلید و کورکورانه، اونم در عادات و تقالید جامعه، از غیر مسلمان جایز نیست. و همچنین شکل هایی که در میارن، موهاشون رو مثل شاخ میکنن، موهاشون رو یه شیوه هایی در میارن که خلاصه فقط یک گروه خاص این کار رو میکنه، خود رو مشابهت کردن با گروه های انحرافی و گروه های که معروف هستن، حالا یا شیطان پرست یا هر گروه دیگری، خودتون رو به اونها متشابه نکنید. این از این جهت حرامه، وگرنه ترتیب دادن مو اشکال و ایرادی درش نیست به اون شرایطی که عرض کردم. بیننده عزیز گفت سلام آقای زهرابی، آیا مردها در آخرت زنده میشن؟ نمیدونم مردها منظورشون چیه. سوالشون خیلی واضح نیست. میگه مردها در قیامت زنده میشن؟ اگه زنده میشن قیافشون چجوریه؟ خب
انسان ها همه زنده میشن در روز قیامت و همه انسان ها قیافه خاص خودشون رو دارن، ولی همه زیبا هستن، زشتی وجود نداره، عیبی وجود نداره در بهشت. و اما در جهنم هم هر کسی باز قیافه خودش رو میده، به اضافه اینکه جثه ها و قیافه ها خیلی خیلی بزرگ است. بزرگ بودن قیافه ها میگن همه بشر به هیئت و شمایل حضرت آدم هستند، یعنی میگه همونطوری که در روایت اومده طول حضرت آدم میگن 60 ذراع، 60 ذراع یعنی 30 متر و این طول حضرت آدم هست. میگن آدم هایی که به بهشت میرن، حتی اونایی هم که به جهنم میرن، همه هیکل های خیلی بزرگی دارن. این به اون جهت هست که هر چقدر جسه انسان بزرگتر باشه لذت بردنش بیشتره و عذاب کشیدنش هم بیشتره. شما فرض کنید کسی که یک جسه بزرگی داره و این جسه بزرگ پوستش همه سوخته و در آتش قرار گرفته، عذابش خیلی بیشتر از اینه که یک جسه کوچیکی باشه و به تعداد عصبهایی که وجود داره طرف عذاب میکشه، به تعداد سلولهایی که وجود داره عذاب میکشه، اونی هم که متنعمه به تعداد عصبها و سلولهاش لذت میبره. لذا این یکی از توجیهاتیه که برای این موضوع گفته میشه. میگه سلام علیکم استاد زهراوی بزرگوار، سوالم این است کسی که پول به یک نفر میده نزدیک 3 میلیارد، طلبکار میمیره، تکلیف صاحب اون پول چی میشه؟ اونایی که بدهکاره میمیره چی میشه؟ آیا الله میبخشه؟ 2 سال به صاحب پول دروغ گفته، الان مرده، حکمش چیه؟ اما اونی که دروغ گفته، پول طرف رو برده و پس نمیده، وضعش در قیامت بسیار بسیار وخیمه. اونی که قرض دیگران رو برده و پس نمیده، قرض رو خداوند نمیبخشه. کسی که قرض دیگران رو میبره و عمدن پس نمیده تا میمیره، این رو خداوند قطعا نمیبخشه. ولی اینکه کسی قرضی رو گرفت و خیلی تلاش کرد پس بده اما نتونست و حالا اجلش رسید و مرد، این امید هست که خداوند اون رو ببخشه و برای صاحب پول هم جبران کنه. ولی اونی که عمدن این کار میکنه و نمیده، مال مردم رو بخوره، خداوند اون رو نخواهد بخشید. و اما تکلیف این انسان چیه در دنیا؟ اولا باید حقش رو مطالبه کنه از ورثه، حقش رو مطالبه میکنه. ورثه چه وظیفه‌ای دارن؟ اولین کاری که باید ورثه انجام بدن اینه که قرض این آقا رو پس بدن. قبل از هر چیزی، قبل از اینکه ارث رو تقسیم کنن، باید وظیفه دادگاه همین است. اول باید قرضاش رو پس بده. دوم نگاه میکنه چه وصیت‌هایی کرده. بعد از انجام پس دادن قرض و انجام وصیت در درجه دوم، بعد ارث رو تقسیم میکنن اگه چیزی مونده بود. وگرنه قرض حسابش بسیار سخت است، بسیار بسیار سخت است و عذاب شدید دارد و بخشیده نمی شود. در روز قیامت همه طلبکاران میان سراغش و ازش مطالبه می کنند و اون وقت است که اگر حسناتی داشته باشه از حسناتش گرفته می شود، به اونها داده می شود. اگر نداره از سیئات اونها می گیرند و به دوش این شخص می زارن که مال مردم رو خورده است. این بیننده عزیز میگه اون دعایی که ام سلمه کرد رو یه بار دیگه بگید، ممنون میشم. ببینید رسول الله علیه السلام به ام سلمه گفت بگو انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منه، خدایا منو در این مصیبت اجر بده و بهتر از این رو جایگزین کن برام. میریم سراغ سوال دیگری اگر وقت هست. این بیننده عزیز سوال صداشو بشنوید. سلام آجی و خسته نباشید، وقتتون بخیر. درباره دختر فرزندی الان تماس گرفتم باهاتون. این جاریم وقتی که بچه‌م کوچیک بود اونو شیر داد،
حالا اون محرمه یا نامحرم به پدرش؟ چون من بچه نداشتن که اونو شیر بدن. سرماجی رو خسته نباشید، وقتتون بخیر. درباره دختر فرزندی الان تماس گرفتم با تون. این جاریم وقتی که بچم کوچیک بود اونو شیر داد، حالا اون محرمه یا نامحرم با پدرش؟ چون من بچه نداشتن که اونو شیر بدن. بله این اما در مورد این سوال شد. بله اگر به ایشون شیر داده باشه پدرش به یعنی شوهر ایشون محرمه و هیچ مشکلی درش نیست و محرم هست برایشون. به انتهای برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر همه شما عزیزان رو در حضور می‌سپارم. و صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.